حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرده بر اساس آمارهای پالایش شده تا کنون 169 زائر ایرانی در فاجعه منا کشته و 46 نفر مجروح شدند و 298 نفر نیز همچنان مفقود هستند و مجروحان در بیمارستانهای ایرانی و سعودی شهر مکه تحت درمان قرار دارند. وی همچنین خبر داده طی این مدت تعدادی از مفقودان شناسایی شده که از سلامت کامل برخوردار بودند و به کاروانهای خود بازگشتند که اسامی آنان جزء تعداد اعلام شده نیست کشته شدن زائران حج به دلیل ازدهام جمعیت در منا روز پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز عید قربان و هنگام حرکت زائران برای رمی جمرات رخ داد در همین حال پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران خبر داد اولین گروه از اجساد قربانیان حادثه منا روز سهشنبه هفتم مهر به ایران منتقل می شود و به همین دلیل آقای روحانی با لغو تعدادی از برنامه ها و دیدارهای پیش بینی شده خود در سازمان ملل بعد از ظهر دوشنبه و زودتر از موعد نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. حسین شریعت مداری نماینده رهبر در مؤسسه کیهان و برخی از تندروها از آقای روحانی خواسته بودند سفر خود به نیویورک را نیمه کار رها کرده و برای استقمال از قربانیان حادثه مناب تهران بازگردد. بنابر گفته خبرنگاران در نیویورک کنفرانس خبری روز سهشنبه رئیس جمهوری ایران لغو شده اما آقای روحانی پس از نطق دوشنبه صبح در مجمع عمومی و پیش از ترک نیویورک با دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد خبرگزاری فارس روز شنبه چهارم مهر نامه کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس را منتشر کرده بود که در آن ضمن حمله شدید به دولت عربستان از حسن روحانی خواسته بودند ادامه سفر خود را در نیویورک به وزیر خارجه محول کند و با برگشتن به تهران از خان جهانیان را بر اقدام خود متمرکز و روند خطیر تامین حقوق شهروندان وطن را شخصا در تهران مدیریت کند در تحولی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران گفت علیرغم قول مساعدت و برخی همکاری ها اقدامات فعلی سعودی برای تعیین وضعیت مفقودی ناکافی است وی از مقامات وزارت کشور و حج عربستان سعودی خواست فورا امکان دسترسی کنسولی به پیکر سایر جانباختگان ایرانی موجود در کانتینرهای منتقل شده به که را فراهم کند. آقای امیر عبداللهیان گفت کاردار سعودی ضمن تشریح آخرین اقدامات سعودی قول داد فورا موضوع را به مقامات ارشد کشورش منتقل کند همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد پیگیری سیاسی و حقوقی حادثه حج بعد از بازگشت حجاج و اجساد قربانیان در دستور کار وزارت خارجه ایران قرار میگیرد و گفت به دلیل همکاری های ناقص مسئولان سعودی و نبود امکان تماس های سطح بالا در عربستان از او خواسته شده تا موضوع را در نیویورک پیگیری کند. آقای ظریف گفت با وجود تماس ایران با نمایندگی سعودی در سازمان ملل امکان گفتگو فراهم نشده و در نهایت او از امیر کویت خواهش کرده که مداخله کند. وزیر خارجه ایران گفت با مداخله امیر کویت و صحبت او با پادشاه عربستان از دیروز یک شنبه شرایط تا حدودی بهتر شده است. همزمان علی جنتی وزیر ارشاد ایران گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک است درخواست ملاقات با عادل الجبه وزیر خارجه عربستان را کرده اما او نپذیرفته است آقای جنتی روز یکشنبه پنجم مهر ما همراه با عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه برای توضیحاتی درباره اقداماتشان پس از حادثه منا در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شده بودند. علی جنتی که به عنوان سرپرست هیئت ایرانی مسئول پیگیری وضعیت زائران حادثه دیده تعیین شده گفته است عربستان همچنان برای هیئت ایرانی ویزا صادر نکرده و به نظر می رسد که عمدن این کار را می کند او اضافه کرده با این حال ظاهرا تنها با ورود حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران موافقت شده است مقام های جمهوری اسلامی علت حادثه منا را سوء مدیریت دولت عربستان دانستند در واکنش آد... عادل الجبه وزیر خارجه عربستان هم روز شنبه در نیویورک ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرد و گفت بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند به گزارش تلویزیون العربیه آقای الجبیر روز شنبه چهارم مهر ماه دیدار با همتای آمریکایی خود در نیویورک گفت به نظر من بهتر است مقام های ایرانی از یک فاجعه که در آن انسان های هنگام ادای مراسم مذهبیشان جان باختند بحر سیاسی نکنند شمارش بیش از 90 درصد آرا نشان میدهد که احزاب هوادار استقلال در منطقه کاتالونیا در اسپانیا اکثریت مطلق را در انتخابات پارلمان منطقه‌ای به دست آوردند اعتلافی از احزاب اصلی جدایی طلب و یک حزب کوچکتر برنده 73 کرسی در پارلمان منطقه ای شدند که 135 عضو دارد احزاب جدایی طلب کاتالونیا پیشتر گفته بودند اکثریت یافتن در پارلمان با آنها امکان خواهد داد ظرف 18 ماه به طور یک جانبه از اسپانیا اعلام استقلال کنند دولت اسپانیا قول داده است اقدام به اعلام استقلال یک جانبه را با مراجعه به دادگاه مسدود کند با شمارش 94 درصد آرا حزب با هم برای بله برنده 62 کرسی شده و انتظار می رود حزب چپگرای جدایی طلب سی او پی برنده 10 کرسی شود آرتوس ماس رئیس دولت کاتالونیا پس از اعلام این نتایج در جمع هوادارانش گفت ما بردیم رهبران اردوگاه استقلال طلب پس از جشن پیروزی در انتخابات گفتند که اکنون به سوی ایجاد یک ایالت مستقل گام برخواهند داشت احزاب استقلال طلب گفتند که این انتخابات را عملا یک همه پرسی درباره استقلال از اسپانیا قلمداد میکنند استقلال طلبان میگویند دولت اسپانیا رأیگیری غیررسمی نوامبر 2014 در حمایت از استقلال این ناحیه را نادیده گرفته و از برگزاری یک همه پرسی که قانوناً به رسمیت شناخته شود خودداری کرده است نظرسنجی‌ها نشان می دهد که اکثریت اهالی کاتالونیا خواهان برگزاری همه پرسی هستند اما در مورد جدایی از اسپانیا به دو دسته مساوی تقسیم شدند دولت مرکزی اسپانیا تاکید کرده است که دولت‌های محلی نمی توانند اعلام استقلال کنند اما اگر احزاب استقلال طلب در پارلمان محلی اکثریت داشته باشند می برای گرفتن اختیارات بیشتر فشار بیاورند حزب محافظه کار حاکم و ماریو راخوی نخست وزیر از مردم کاتالونیا خواسته بودند جدایی طلبان را در انتخابات رد کنند به جز جنبش استقلال طلبی در کاتالونیا در منطقه باسک هم گرایش زیادی به جدایی از اسپانیا وجود دارد پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و بحران حوزه یورو اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی بوده که بیشترین ضربه ها را از بحران خوردن بیکاری بالا و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی باعث شده که در مناطق دیگر اسپانیا نیز نارضایتی عمومی بروز کند از جمعیت هفتانی میلیون نفری کاتالونیا پنج میلیون و هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند این استان در شمال شرقی اسپانیا واقع شده و شهر ساحلی بارسلون مرکز آن است کاتالونیا از ثروتمندترین مناطق اسپانیا و در عین حال از مهمترین مراکز توریستی آن است این دو حزب جدایی طلب قبلا گفته بودند پیروزی در انتخابات پارلمانی به آنها این امکان را می دهد که طی هجده ماه به طور یک جانبه اعلام استقلال کنند به گزارش خبرگزاری رویترز بعید است که کاتالونیا به استقلال برسد اما نتایج این انتخابات ضربه به دولت راخوی آن هم سه ماه پیش از انتخابات سراسری آن کشور به شمار می رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسیدن به توافق اتمی را برای جهانیان امید آفرین توصیف کرد و گفت آنچه که ما به آن تاکید داریم این است که باید در تمام مذاکرات به فکر نتیجه برد برد باشیم چرا که هر زمان طرفی تنها به دنبال پیروزی خود باشد اگر موفقیتی هم حاصل شود موقتی خواهد بود آقای روحانی شامگاه یک شنبه به وقت نیویورک در نشست با اعضای اندیشکده های آمریکا در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه آیا برجام به فرجام نهایی میرسد یا خیر و اینکه آیا دو طرف مذاکره به اجرای توافق ملتزم میمانند پاسخ داد در صورتی موفق خواهیم بود که احساس کنیم توافق به نفع دو طرف خواهد بود جمهوری اسلامی ایران سراحتا اعلام می کند متعهد به اجرای آنچه در برجام آمده می باشد آقای روحانی گفت میدانیم عده ای نسبت به تداوم توافق ایران شک و تردید دارند و در این راستا حرفهای گوناگون و عجیبی از مقامات و سناتورهای آمریکایی به گوش میرسد آنها به گونه ای سخن میگویند که گویی هنوز به بلوغ ملت ها باور ندارند. آقای روحانی تصریح کرد توافق هستی فضا و زمینه جدیدی را پیش پای ما قرار داده که باید از این فرصت برای دستیابی به موفقیت در سایر زمینه ها استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران درباره بحران سوریه هم گفت امروز موضوع سوریه یکی از مسائل مهم منطقه است و همه معتقدیم که باید در سوریه با تروریسم مقابله شود اما هر کسی اولویتی را برای حل بحران در این کشور ارائه می کند که اینها با هم تفاوت دارد اما جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در کنار هر کشوری که این اولویت را به عنوان اولین اقدام در مسیر حل بحران سوریه می داند، همکاری کند. آقای روحانی در زمینه نقش روسیه در مسائل سوریه گفت آنچه روسها اعلام می کنند بیشتر برای مبارزه با تروریسم همزمان با تثبیت دولت سوریه است آقای روحانی در خصوص دخالت ایران در کشورهای منطقه هم گفت ایران پایتخت هیچ کشوری را اداره نمی کند بلکه در شرایط گوناگون به کمک دوستان خود در منطقه شتافته است. رئیس جمهوری ایران در خصوص روابط ایران با کشورهای منطقه و از جمله عربستان سعودی گفت امروز از سردی روابط میان دو کشور متاسفیم و این در حالی است که با آغاز دولت یازدهم تلاش ما در راستای گسترش روابط با عربستان بوده است اما شرایط اینگونه رقم نخورد و از هنگامی که عربستان به یمن حمله کرد فاصله عربستان با ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی زیاد شده است آقای روحانی در این حال تصریح کرد فاصله ایران و عربستان قطعاً به نفع هیچ یک از دو کشور و منطقه نخواهد بود ما باید به عنوان اعضای خانواده اسلام اختلافات فکری و تفاوت عقاید را بپذیریم و در کنار هم در زمینه‌های گوناگون همکاری کنیم در تحول دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه پنجم مهرماه در ارتباط مستقیم تصویری از نیویورک با برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما از دیدار خود با جانکری کری همتای آمریکایی خود خبر داد و اعلام کرد موضوع دیدار اجرای برجام بوده است وی گفت در این دیدار ما نسبت به برخی از اظهاراتی که در دو ماه اخیر در فضای سیاسی آمریکا از سوی افراد مختلف مطرح شده اظهار نگرانی کردیم و گفتیم این اظهار نظرها می تواند زمینه را برای اطمینان سازی برجام ناهموار کند در خبر دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پنجم مهر در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار سی با اشاره به زندانیان ایرانی در آمریکا تصریح کرد اگر ایالات متحده گام های لازم را در راه آزادی آنان بردارد او نیز تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا شهروندان آمریکایی زندانی در ایران فورا آزاد شوند این اظهارات یک روز پس از آن است که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک بار دیگر خواستار آزادی سه آمریکایی در ایران شده بود جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در همین زمینه گفت آقای کری در دیدار خود با آقای ظریف فوریت لزوم بازگشت آمریکایی های زندانی و ناپدید شده به کشورشان را مطرح کرده است. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک روز شنبه چهارم مهر بار دیگر و این بار از تریبون سازمان ملل خواستار جهانی شدن دسترسی به اینترنت شد وی ای گفت جهانی شدن اینترنت به اجرای مسببه اخیر سازمان ملل برای حل بحران جهانی یاری خواهد رساند به گزارش خبرگزاری رویترز 193 کشور عضو سازمان ملل روز جمعه به طور رسمی مجموعه ای از 17 هدف مرتبط با توسعه پایدار را که در پی پایان دادن به فقر و نابرابری و مبارزه با تغییرات آب و هوایی در بیش از 15 سال آینده است به تصویب رساندند. این طرح به گفته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نقشه راهی برای دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است در همین راستا آقای زاکربرگ در نشستی که عصر روز شنبه 26 سپتامبر در سازمان ملل با رهبران اقتصادی جهان داشت خواستار تلاشهایی در جهت تضمین دسترسی به اینترنت در سطح جهان تا سال 2020 شد او گفت اینترنت ابزاری پر انرژی برای به اشتراک گذاردن دانش، فرصت آفرینی و بیرون آوردن جوامع از فقر و ترویج صلح. او که کمپین دسترسی جهانی به اینترنت خود را رسما آغاز کرده با این درخواست از دولتها و شرکتها خواست که بکوشند تا امکانات اتصال چهار میلیارد مردم سراسر جهان را که همینک به اینترنت دسترسی ندارند فراهم آورند بسیاری از چهره های سرشناس از جمله بونو خواننده ایرلندی بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت آریانا هافینگتون سردبیر هافینگتون پست شکیرا خواننده کلمبیایی و جیمی ویلز بنیانگذار ویکیپیدیا همراهی خود با این کمپین را اعلام کردند. پیش از این فیسبوک در هشتم فروردین از تأسیس یک مرکز پژوهشی در دل این کمپانی عظیم خبر داده بود که مأموریتش یافتن راههای نوین برای رساندن اینترنت به کسانی است که به آن دسترسی ندارند تحولی مهم در فیسبوک که میتواند نوید دهنده ای آینده ای متفاوت و هیجان انگیز برای دنیا باشد روز شنبه چهارم مهر همچنین مارک زاکربرگ در گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان متحد شد تا کمپانی فیسبوک اقدامات لازم را برای مبارزه با نجات پرستی و نفرت پراکنی انجام دهد آنگلا مرکل در حاشیه مجمع عمومی در سازمان ملل در نیویورک از زاکربرگ پرسید که آیا او در پی بهبود اوضاع در فیسبوک است که زاکربرگ قاطعانه پاسخ مثبت داد پیش از این سیاستمداران آلمان از برخورد غیرشفاف فیسبوک با نجات پرستی انتقاد کرده بودند صدر آلمان در همان زمان در گفتگویی با روزنامه آلمانی راینیش را پست با انتقاد از رویه فیسبوک گفته بود وقتی عده از مردم با نام واقعی خود در شبکه اجتماعی جمع می شوند و نفرت می پراکنن. این دیگر تنها وظیفه دولت ها نیست که با این افراد برخورد کنند فیسبوک و رؤسای این کمپانی مسئولیت دارند و باید علیه این شعارها کاری انجام دهند هایکو ماس وزیر دادگستری آلمان نیست پیش از این در نامه‌ای سرگشاده که در اشپیگل منتشر شد از فیسبوک خواسته بود با محتوای نجات پرستانه و آزار ای که پیوسته و هر روز در این پلتفرم اینترنتی منتشر می شود برخورد کند او مسئولان فیسبوک را خطاب قرار داده و گفت مسئله جدی است باید در این باره صحبت کنیم بر همین اساس آقای ماس دیداری با رؤسای فیسبوک در برلین در عواسط ماه سپتامبر داشت و اینک به نظر میرسد با گفتگوی شخصی زاکربرگ و آنگلا مرکل روند مبارزه با ترویج نجات پرستی در فیسبوک که اخیرا در پی افزایش ورود پناهجویان به اروپا اوج گرفته است تصریح شود. برخی منابع خبری در ترکیه و منطقه مدعی شدند که ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته به صورت مستقیم سلاح و تجهیزات در اختیار یپگ شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه قرار بده این خبر البته هنوز از سوی هیچ منبع رسمی یا خود مقامات امریکایی تایید نشده اما بر اساس اخبار رسیده گویا قرار هست امریکا مستقیما با خود نیروهای نظامی کرد واقع در شمال سوریه در تماس باشه و کمک های تسلیحاتی خودش رو در اختیار اونها قرار بده در این شرایط برنامه بر این هستش که امریکا در مرحله نخست به میزان 100 تن اسلحه و مهمات در اختیار یپگ قرار بده هدف این کمک های تسلیحاتی تقویت نیروهای کرد در مقابل داعش هست به ویژه در منطقه جرابلوس و خب میدونیم در چند ماه اخیر که یپگه حملات گسترده رو بر علیه داعش بر روی زمین تدارک دیده بود اغلب عملیات های اونها تحت پوشش هوایی نیروهای ائتلاف و امریکا قرار گرفت و این پوشش هوایی هم کمک زیادی به اونها کرد با اینکه برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه خیلی نزدیکی امریکا و یپگ رو نمیپسنده ولی خب امریکایی ها که این نیرو تنها نیروی روی زمین هست که مقابل داعش ایستاده حالا البته اتفاق دیگه هم افتاده که شاید نقش نیروهای کردی در شمال سوریه رو در نگاه امریکایی ها پررنگ تر هم بکنه اخیرا برنامه آموزش نیروهای مخالف میان روی سوریه که توسط امریکا و ترکیه دنبال می شده با چالش جدی روبرو شده به نحوی که امریکا اعلام کرده اغلب این نیروها که برای مبارزه با داعش آموزش دیده بودند از میدان نبرد گریختند تازه ترین خبر و شاید شوک خبری در این زمینه رو همین دو روز پیش از زبان سرهنگ پاتریک رایدر از فرماندهان نظامی امریکا شنیدیم که گفته تعدادی از این نیروهای آموزش دیده سوری همراه با تجهیزات نظامی که روز سیوم و, سی و شهری شهریور از خاک ترکیه قرار بوده وارد سوریه بشن اونها تصمیم میگیرن برای تضمین امنیت عبور خودشون از مرز وارد معامله با نیروهای جبهه النصره بشن و در قبال تضمین عبور از مرز بخشی از سلاح خودشون رو به جبهه النصره میدن جبهه نصره میدونیم از های سوریه القای دستش که حالا اگر این گفته های سرهنگ پاتریک رایدر صحیح باشه باید گفت عملا باید فاتحه پروژه آموزش نیروهای سوری در منطقه رو خواند پروژه‌ای که با صرف 500 میلیون دلار هزینه از سوی امریکا و مشارکت ترکیه و چند کشور منطقه حالا با چالش های جدی این چنینی روبرو هست که اعتمادی به این نیروهای آموزش دیده نیست چند هفته پیش هم همون ترکیه اشاره شد امریکا اعلام کرده بود که نیروهای سوریه تحت آموزش او از میدان نبر در سوریه گریختن یا به داعش پیوستن به همین جهت شاید این احتمال وجود داشته باشه که امریکا ترجیح بده در شرایط کنونی برای مقابله با داعش روی شاخه نظامی کورت ها یه بیشتر حساب باز بکنه و بخواد که مستقیما با اونها در ارتباط باشه و تجهیزات بیشتری در اختیارشون قرار بده کشورهای دیگه هم به جز ترکیه و حالا شاید یکی دو کشور دیگه چندان نگاه منفی نسبت به کورت ها ندارن و خب این موضوع هم میتونه دست امریکا رو در این زمینه باز بذاره نیروی هوایی فرانسه روز یکشنبه پنجم مهر برای نخستین بار مواضع جریان تروریستی دولت اسلامی را در سوریه بمباران کرد کاخ الیزه در این باره اعلام کرد که این حمله در هماهنگی با متحدان موجود در منطقه انجام شده است در بیانیه کاخ الیزه همچنین آمده است که این حمله نشان دهنده تصمیم قطعی فرانسه است مبنی بر مقاومت در مقابل تهدیدهای تروریستی دولت اسلامی و این نکته که از مردم سوریه باید در برابر دولت اسلامی و همچنین حملات جنایتکارانه بشار حمایت کرد گفته شده است که مناطق بمباران شده در هفته های اخیر از طرف هواپیماهای فرانسه شناسایی شده بودند در بیانیه کاخ الیزه در کنار حملات نظامی به حل دیپلماتیک بحران سوریه نیز اشاره شده است نیروی هوایی فرانسه دو هفته است که بر فراز سوریه پروازهای شناسایی انجام میدهد فرانس واولان رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هفت سپتامبر اعلام کرده بود که فرانسه خود را برای حملات هوایی علیه مواضع دولت اسلامی در سوریه آماده می کند. نیروی هوایی فرانسه از حدود یک سال پیش در اعتلاف جهانی علیه دولت اسلامی در عراق به رهبری آمریکا شرکت دارد اما فرانسه از زمانی که آمریکا حملات هوایی به داعش را در خاک سوریه آغاز کرده از مشارکت در این حملات خودداری کرده بود در بیانیه کاخ الیزه از جمله آمده است ضرورت یافتن راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه نیاز مبرمی شده است باید با مقامات معتدل رژیم سوریه و همچنین مخالفان دولت این کشور اعتلافی تشکیل شود از بیانیه کاخ الیزه ما مشخص نمی شود که آیا مذاکرات می تواند با شخص اسد نیز انجام شود یا نه فرانس با رئیس جمهوری فرانسه همواره مخالفت خود را با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرده و خواستار سرنگونی او شده است در همین راستا لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه چهار مهر چهار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد هرگونه همکاری با اسد در آینده نشان دهنده قبول شکست است او گفت اسد مسئولیت ایجاد هرج را در کشور جنگ سوریه به عهده دارد وی افزود سرنوشت اسد یکی از نکات بسیار مهم در حل مشکلات سوریه است روسیه خواستار ادامه قدرت بشار اسد است و آمریکا خواستار برکناری اوست مقامات آمریکا اما به تازگی اعلام کردند که زمان برکناری او اما میتواند مورد بررسی قرار گیرد نیروی هوایی بریتانیا نیز در پایان ماه اوت حمله به مبازه جریان تروریستی دولت اسلامی را آغاز کرد دولت بریتانیا مانند فرانسه گرچه در اعتلاف علیه جریان تروریستی دولت اسلامی در عراق به رهبری آمریکا شرکت داشت اما نمیخواست در بمباران مواضع اسلامگرایان افراطی داعش در سوریه شرکت کند به نظر می رسد دلیل شرکت بریتانیا و فرانسه در حملات هوایی علیه اسلام گرایان افراطی داعش در سوریه قدرت روزافزون این سازمان تروریستی جهادگرا بوده است تروریست های دولت اسلامی بخش های وسیع از عراق و سوریه را در اختیار خود دارند هماروستا روستا بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران روز یکشنبه پنجم مهر ما به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 71 سالگی درگذشت. خانم روسا که برای مداوای بیماری سرطان خود به آمریکا رفته بود در بیمارستانی در لس آنجلس یک روز پیش از هفتاد و یکمین سال روز تولدش دوستارانش را ترک کرد بیماری او حدود شش سال پیش تشخیص داده شد و در تهران تحت درمان بود او دو ماه پیش برای ادامه درمان خود به لس آنجلس رفت و تقریبا تمام این مدت در بیمارستان بستری بود قرار است پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شود هما روسا از 6ش سالگی در مسکو زندگی کرد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست در کشور رومانی دریافت کرد. او در سال 1349 با بازگشت به ایران به تحصیل در رشته شیمی پرداخت اما پس از مدتی تحصیلش را نیمه کار رها کرد و به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت. خانم روستا فعالیت هنری خود در ایران را با کارگردانی در تئاتر آغاز کرد. اولین حضور خانم روستا در سینما در سال 1350 و با فیلم دیوار شیشه‌ای ساموئل خاچیکیان بود. خانم روستا در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، مسافران و از کرخه تا راین ایفای نقش کرده بود. همچنین در تئاتر‌هایی چون باغ آلبالو و مرغ دریایی نیز بازی کرده بود. از کرخه تا راین شاید از دید مخاطبان معروف معروفترین کار هما روستا باشد فیلمی که این بازیگر به خاطر تسلطش بر زبان آلمانی برای آن انتخاب شد و سپس تبدیل به یکی از پرتماشاگرترین آثار ابراهیم حاتمی کیا بدل گشت. همچنین از کارهای صحنهای معروفی که هما روستا به همراه همسرش حمید سمندریان روی صحنه بردن میتوان به مرده های بیکفن و دفن اشاره کرد خانم روستا همچنین از بازیگران تئاتر بود و اگرچه مدتی از صحنه نمایش دور بود اما در سال 1392 در تئاتر باغ آلبالو ایفای نقش کرد باغ وحش شیشه ای مرغ دریایی سانتا کروز آنتیگون در نیویورک از جمله کارهای او در حوزه تئاتر محسوب می شود جمعی از هنرمندان تئاتر در تیر ماه گذشته به افتخار هما روستا و تلاشایش برای هنر تئاتر ایران سال سالن نمایش هما را در تهران افتتاح کردند. هما همسر حمید سمندریان مدرس بازیگری و کارگردان سرشناس تئاتر بود که سه سال پیش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از ضرورت فضای باستر در دانشگاه ها صحبت کرده و گفته توقع همه ما این است که در دانشگاه ها شاهد فضای بهتری باشیم آقای خاتمی در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تصریح کرده دانشگاه و دانشجویی که نتواند نقد کند مرده است وی ای با این وجود تاکید کرده که نباید همه چیز را از آقای روحانی خواست بلکه دیگر مسئولان هم باید این شجاعت را داشته باشند و بدانند به اعتبار شعارهایی که آقای رئیس جمهور دادند و انتخاب شدند آنها هم مسئول شدند بر اساس گزارش روز یکشنبه پنجم مهرما در وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به محدودیت بسیار برای فعالیت سیاسی اصلاح طلبان ابراز امیدواری کرد که با باز شدن فضای سیاسی در ایام انتخابات مجلسی کارآمد سالم و همسو با دولت روی کار آید آقای خاتمی گفت دولت حسن روحانی خیلی تحت فشار و مورد حجوم است اما رئیس دولت روی شعارهایش مانده و کوتاه نیامده است پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی از تشکلهای دانشجویی و شخصیتهای سیاسی خواستار پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاه شدند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیش از این بارها در جمع دانشجویان از تلاش دولت خود برای فاصله گرفتن دانشگاه ها از فضای امنیتی سخن گفته بود آقای خاتمی در بخشی دیگر از سخنان خود از تخریب دولت حسن روحانی در تریبون و صدا و سیما ابراز تأسف کرد و گفت دولت در تنگنای فوقلاده است. آقای خاتمی با اشاره به توافق اتمی گفت آقایانی که میخواهند بجنگند آیا توان آن را دارند و آیا هیچ وقت هیچ جنگی برای قالب و مغلوب به نتیجه مطلوب رسیده است؟ آقای خاتمی گفت از روز بعد از توافق برخی کسانی که مصرف بیش از 700 میلیارد دلار و رشد منفی بالای 5 درصدی و اشتغال صفر و تورم 45 درصدی را دیدند و دم بر نیاوردند آمدن مچ دولت را گیرند که چرا ارزانی نشده است مگر آن تورم 45 درصدی میتواند یک شبه صفر شود